بینندای گل و نازنین من سلام، خوشبخت هستم که در خدمت شما قرار دارم. امروز یک شنبه تاریخ 14 اپریل 2024 است که می خواهیم برتان یک غذای تقریبا تازه را با یک سلات جانانه درست کنم که برای ویکندا و پارک ها و مجلس هایتان کار بیاید، حتما بسیار خوشتان میاید. پس با ما باشین و ببینید. برای درست کردن این غذا ما نیاز داریم به خمیر و کوفته. اول خمیر خود را میکنیم. اینال برای درست کردن خمیر ما آرد میگیریم و نمک به آرد خود مندازیم، خمیر ترش مندازیم، بیکن پودر مندازیم، بوره مندازیم و اینا رو کلش گرد میکنیم. اگر شما در خمیر توجه کنید و مواد را سعی کنید بیترین خمیر میتونید بکنید، چی برای نان باشد، چی برای ناشتا باشد، چی برای کارهای دیگه باشد. هر چیز هر روز سعی کنیم که چیزهای نو امتحان کنیم. بسیار بسیار جرات میخواهد مگر خوب است. آدم بسیار میآموزد. خب وقتی تمام مواد با هم گپ کردیم داخل آرد خالی میکنیم و تخمه، 5 دانه تخمه مندازیم. همینطور روغن هم در اینجا علاوه میکنیم. اینا رو کمک گرد میکنیم. همین که همراه آرد یک ذره گرد شد، 50 تا رو باز میگیریم. مثل یک مکسر میتونین از 50 تا استفاده کنین. اینا رو شیره خوب گرم کردیم، بسیار ملایم، و آب گرم هم در شیر علاوه میکنیم. کردیشون یک جای شوند. خوب نیست که تنها او این خمیر خمیر کنیم یا تنها شیر این خمیر خمیر کنیم. بهتر است که هر دوش مخلوط کرده این خمیر خمیر کنیم، چون خمیر ما بسیار فلافی، نازک، پوک و خوبش میاید. برای کار همینه یاد کار داریم و یک کمک خمیر سعی کنیم که سختتر باشد تا امراش کار خوبتر بتانیم و آسانتر. خمید که به این حالت رسید میبینه بسیارم صحیح است، سخت هم است، بسیار خوبش است، بلکل درست است. یه خوشه روغن دروش مندازیم که نچسبن، گرچه پلاستیک مندازیم اما بازا میتونه خوب چیز. وقتی خمید رسید چیز را میتونیم، امیال خوب است که روغن پردیم. راستی یادتان باشه که شما این خمیره میتونید با مسکه تنها هم برتان خمیر کنید، یا میخواهید که همراه شیر تنها خمیر کنید. ما به خاطر که یک کمک کلسترول اینا را فکر میکنم، نصف از او، نصف شیر، نصف او استفاده میکنم و به جای مسکه از روغن وشتبل استفاده میکنم که بسیار خوب است و مفاد داره. اینا دیگه میمانیم یک ساعت که برسن. سرکشو پرت میکنیم. خمیر دوست داریم و خمیر بهترین چیزیست که در دنیا خداوند به ما داده. گندم با ارزش. آل کوفته مساله داره درست میکنیم که میخواییم در داخل خمیر بانیم. نازنینای خودم، اگر برتان گوشت کوفته گاو خوب نیست میتونین از گوساله یا از مرغ هم استفاده کنین برای این رسیپت. یک رسیپت است که افغانای ما همراه ایرانیای عزیز یک جای شدن و این رسیپت را جور کردن که بسیار بسیار مشهور شده و بسیار تازه و مارکت است.
برحال ما اینا مواد دیگه مندازم، مرچ سیاه مندازیم، نمک مندازیم، سیر تازه مندازیم، تخم گشنیج مندازیم، یک قاشق زنجفیل مندازیم و مرچ سرخ مندازیم که هر کدامتون میتونین حتی مصاله ها را به میل خود این ترکیب اضافه کنین و پرتین. همه تو یک قدری از روغن زیتون هم باعث نرمشش میشه که خوب است که در دا داخلش پرتین، بسیار خوبش میایه. اینان پیاز هم داریم که اینا را وقتی که کمک با هم مخلوط کردیم، اینان پیاز هم پیاز ریزه شده که در ماشین ریزه شده این هم در این اضافه میکنیم و کلش با هم مخلوط میکنیم و میمونیم که خوب اخته شود. یک نیم ساعت اگر بانین خوب است که گوشت مواد را در خود کش میکنه و برای پیاز و سیر اینا اخته میشه، بسیار مزه خوبتر و نانتان میده. ببینیم به این شکل میایم، اینالی را میمونیم که خوب یک نیم ساعت دمش راست شود و مواد در کل چیزایش یک برابر تقسیم شود. حالا که یک ساعت از خمیر گذاشته، خمیر میگیریم و این زوال های خرد خرد میکنیم. البته اندازه زوال ها به این ارتباط داره که شما اگر برای اپتایزر یا برای فروش پایزه یا برای غذای اولتان این کار دارین، خوب است که این خرد خرد جور کنین و اگر برای غذای اصلی مثل بولانی و اینا جور میکنین، میتونین که هم اندازه کلانتر به دلخواه خود بگیرین که کارتان زودتر شود. او به علاقه خودتان است. من به این اندازه به اندازه لیمو ایزوالگک های خود انتزواله میکنم و کلش دلای دسترخان میمونم. ببینید به این شکل کلش زواله میکنم، تیار میمونم، بعد از او باز برتان نشان میدم. خوب اینال کوفته هایی را که داشتیم به این اندازه کلوله میکنیم و اینا را در پدنوس میمونیم، در زیرش هم کاغذ میمونیم که نچسبه و جگرخون نشیم. اینا را کلش را که خلاص کردیم باز در خمیر میمونیم. اینال برای روش تخم کار داریم که تخم هم میگیریم و برس میزنیم، برای برسدن روش کار نه. خب خمیرهایی را که اینجا ماندیم که خوب بفتن، اینال به ظرف خود میچینیم. خوب سعی میکنیم که جای سیف کنیم و واقعا نزدیک هم نباشن و قدور هم نباشن که اینا خوبش بیاین، چون وقتی که کفته رو درش میمانیم اینا چق بیشن. دلبرک های خوبه. اندازه از این دستی اونگ بر از این کفته ها بسیار برابر است و ما توی این دستی اونگ چوبی رو هم داریم که این را یک کمک با یک دستمال یا آشپزخانه چرت میکنیم که اینا به خمیر نچسبن، با آسان کار ما آسان صورت بگیرن. اینال امی دستی اونگ میگیریم و در داخل از این یک سوراخ خوب میکنیم و یک دانه کفته رو میمانیم. دیدین؟ بازا میره در سی وسطش یک سوراخ میکنیم و کفته رو میمانیم. امی کار خودم ادامه میتونم تا ختم. ببینیم که چقدر کاری آسان است. کفته و نان اموره به یک شکل تازه میخوریم و همگی خوش میشن و خوششان میاین حتما. اینال تخمه را که داریم ای را دور و دور امی خمیر خود یک دفعه از امی تخم بیزنیم. ببینین به این شکل همه تو روی کوفته را یک بار روغن زیتون هم میزنیم، فقط این همه تو آسان سبک. اینال ما
ما داشته و 400 زدیم به خاطر از اینکه خوبی مغز پخت شود و یک خونی داشته در این قسمت وسطی میمانم که هم خمیرش پخته شود و هم خود کوفته باز جایش تبدیل میکنم. خب اینال که نیم ساعت از این پوره شده میکشیمش و شما میبینیم که نان کوفته دارم چه قسم معلوم میشه، بسیار خوبش معلوم میشه و بسیار هم مالاست. اگر خواسته باشین میتونین امرای زیتون، روغن زیتون یک دفعه بروی از اینا بزنین که زیادتر درخشش خوبتر برتون میده و اگر نخواستین هم اختیار با شماست. اینا را میبرم، اینا را میبرم، یک هم میبرم، یک شبلند میکنم. میبینین که پشتش هم اینه تو پخته شده، یه هم پخته شده. یه هم پخته شده. میبینید؟ پخته پخته شده. این حاله میبینید که این هم پخته شده. میبینید؟ کاملا پخته شده. این حاله بیرون میکنیم. و ایش بالا میبانید که این حاله بیرونی پخته شده. و این روغن میزنیم. میبینین نازنینای ما که چقدر خوبش پخته شده، بسیار خوبش پخته شده و مزه‌دارم از مینال ایره به سر از اینا میمانم میچینم یک دوره دگام که شما دیدین یک دوره شاینا میبینین که کلش رنگ داره و بسیار خوبش معلوم میشه. اینا دفعه دیگیش هم من در روی ازی میچینم که اینا هم مزه‌دار و خوبش معلوم شوند. اینا چقدر حالا معلوم میشه بر یک پارتی جان جان است که اگر شما پارتی داشته باشین از این پخته کنین بسیار خوشنود و سرحال میشین. بر از اینکه هر کس خودش میگیره بر خود میخورم روی سلات خود بسیار غذای راحت راحت است بر جوان ها، مخصوصا بر میمانی ها بسیار خوبش است. من بسیار خوشم آمده. هر کدام شکل میمانم خودم خوشم میاره کم تا بخوره بشه خود که موجوزه نیست. اگر نه نال بازم باید ماتل میشدیم، اما امروز بسیار خوب است که روزه نیست. بخیر یک هفته تقریبا پنج روز شد از عید ما. حال میتونیم همه چیز امتحان کنیم و مزیش بر شما عزیزا ما بگویم که چطور مزه میتن. خانمای دوست داشتنیم، حالا که دولی هستیم از فرصت کار میگیریم و در این گلدانی که من پارسال ترکاری کاشته بودم امسال میخوایم، چون قدش بلند است ایوانا به این رسیده نمیتونن درش کندنه بکارم. و این خاک هم من از لوز خریدیم که بهترین خاک است، هم برای سبزیجات کار میتونه و هم برای گلاب. میخوایم که از این خاک یک ذره هم درش اضافه کنم که یک ذره مواد غنیتر شوه و کار من نتیجه بده. داخل خاک سیاس یه خوش از این خاک تازه به این گلدان مندازیم تا که او شیمه از این خاک خو ترکاری های پارسال گرفته و او قشیمه نداره. خوب است که نوآوری و تازگی بتیم بر از این خاک، یک ذره موادش غنی تر شود. این حالی که ایره خاک تازه انداختیم درش تخما داریم، تخمه تره. میبینید که تخم تره در دوکانهای عربی آف میشه که ایره ما شما تخم گندنه میگیم و همه تا به نام لیک هم یاد میشه که جرمن ها ایره گرین لیک میگن و هر کس یک نام داره که شما میتونین از این پیدا کنین و به خاک یا باغچه یا گلدان هر چیزی که دارین بزنین. این برای یک جای بسیار کلان کار میته، اما ما او جای ندارم، تمام جای سبزه و سمت است. فقط همین گلدانه خوش دارم که گندنه پر باشه. خوب پریمان میزنم، معلوم داری اگر اندازه شخو با
پرنده ها میبرن، اما یک اندازه دیگه که برای بسیار خوشحال هستم که گنده نداشته باشم. اینال بازم وقت تخم انداختیم، بازم در رویش خاک تازه میدازیم. بسیار سبک که بسیار زیاد نباشه خاک کرد، یعنی که باز گندنه از زیرش برامده نمیتونه و نیش زده نمیتونه، در زیر خاک سرپیچ میشه. اینال که خاکش انداختیم، این را آستا آستا ملایم او بیتیم که خاک قایم شوه، گل قایم شوه و تخمای گندنه هم بتونه که او داشته باشه که نیش بزنه. روزانه ایده یکمک تر میکنیم سبک. خوبه همه تو به او خانمایی که علاقه به گاردنینگ دارن، اگر باغچه دارن یا گلدان دارن یا یک گوشگه که پشت خانه را دارن، میتونن یک بوجگک خاک بگیرن در اونجا پرتن و این تخمه را که ما شما تربوز و نوشپیاز و مولی سرخک و نانا و تره و بادرنگ و بانجانومی و همه تو زردک های رنگه داریم و بامیه و مرچه که حتما در اولی شما میخواین که داشته باشین و از مزایای زو استفاده کنین. این است بعض تخمایی که ما افغانا خوش داریم و میتونین که در بازارها در همه جای این تخما پیدا میشه با قیمت بسیار بسیار ارزان. من میخوایم امروز از درخت مالته به درخت نارنج یک شاخه پیوندی کنم و بر از او من ضرورت دارم به قیچی درخت بری، هیدروژن پروکساید، یک شاخ الویرا، کارد تیز، یک کریم دندان بسیار ارزان، تار طبیعی و پلاستیک آشپزخانه. تمام قیچی و کاردهایی را که استفاده میکنیم همراه هیدروژن پروکساید یک دقیقه میمانیم که اینا زده عفونی شوند و پاک شوند. اینی شاخه که هنوز در پندک است، اینه میگیریم. یک چند هفته باید پیشتر از حال این کار میکنیم، اما چاره نیست چون وقت پرگرام ما نبود، حال پرگرام هست. اینی شاخه را که میگیریم و این خشکیهایش هم میبریم. شاخه تازه است، اینه میبریم و در درخت نارنج ما قلمه میکنیم. خب یک شاخه خوب انتخاب میکنیم، اینی شاخه را خوبش است. اینی را از اینجا میبریم به شکل مایل، میبینیم وقتی به شکل مایل بریدیم کارد ما معلومدار که پاک است. این را هم میبریم، این را داخلش را واز میکنیم، از سی وسط شاخه استاستا به داخل فشار میدیم که شاخ خوب باز شوه. دیدیم به این شکل. اینال امو شاخه را که بریدیم، این شاخه هم تقریبا مثل که پوستش ببریم از این طرف و هم از این طرف به احتیاط میبرین. دیدین مثل که خوب همه تا نازک نازک شوه که در داخل از شاخ دیگه با آسانی بیایه. ببینین مثل نازک نازک شده که داخل از او شاخ با آسانی میره. همین شاخ را که نازک همراه کارت پوست کردیم داخل شاخ علوی را میکنیم. میبینین که امو چسبندوککی و مواد علوی را به خود خوب میگیره. یک دقیقه خوبی را میمالین، میبینین خوبش مواد به خود گرفت. همچنان همین شاخ را که باز کردیم، یعنی دو قسمت کردیم، همین را هم در همین شاخ علوی را یک دفعه داخل میکنیم. بسیار خوب میشه و این شاخه که بریدیم و علوه را زدیم در داخل از این شاخ به این قسم میمانیم. دیدیم در داخل از این شاخه که واس کرده بودیم این را میمانیم و این را خوب قایم میگیریم. بر دوی از این شاخ یک تار که طبیع باشه محکم بسته میکنیم. این تا در گریگر که بگم کار داره. اینو تو دیدی؟ اینا ریا قایم شدن. بازم از مایه علوی را یک ذره در سر از این خوب پچق میکنیم که یک ذره رد بیایه. میبینید؟ چسبندگی خوب داره که این را کمک میکنه برای نگاهداری زیادش.
اینال یک توتا از این پلاستیک نازک مکر داریم که شاخه را بپیچانیم تا که از تمام آفات و امراض که در بیرون است و شمال میزنه این محافظت باشد. ببینید به این شکل این را پیچ میکنیم خود. خوب قائل پیچ میکنیم که تا که اینا به هم جوش میخورند یک کمکی باشه که دوباره خطا نرن. همچنان چون شب سرد میشه هوا، خوب است که یک پلاستیک هم دور امی شخچگکتون بگیرین که ایره ریزش نزنن. به این شکل که شگوفایش هم محافظه شود. این حال که پلاستیکی را پیچ کردم برای از اینکه شب سرد نشه و این شاخه ما را ریزش نگیره، بهترین کار است که این را هم پیچ کنیم و بانیم به می حالت. این حال من براتون نشان میتونم که ما همین کار را کردیم، نتیجه داده و نتیجه شد و شما نشان میدونم. دلبرکای خوبیم، ما یکونی ما دو ماه پیش این شاخه را از شفتالو آوردم که نه پندک کرده بودن و زردالو یا اپریکات پیوند کردم. همراه یک نفر شرطم زدم و گفت نمیشه، من گفتم میشه و این کار خود را برای شما نشان میدم که گرچه که میگن که این کارا دست کار داره و از یکی میشه یکی نمیشه، اما اگر شما درخت ها را در وقت پندکش که نه و تازه رو به پندک است، اگر این کار را میکنین نتیجهش 100% کامیابی است. باشه که من این پلاستیک را عوض کنم، شاخ موبار نمیشه. شما میبینید که اینی شاخ شفتالوز که در زردالو ما اینجا پیوند کردیم و هنوز پلاستیک شان باز نکنیم. همه تو این شاخ را میبینین و این شاخ را و این شاخ را میبینین که من هم یک ماه پیشی را پیوند کردم که درخته که بیی ماست که بسیار جوان است و ما باید بسیار به احتیاطی را باز کنم. شما میبینین این بلگای بی را میبینین و اونجا را میبینین که این شاخ هم نتیجه داده و ما بسیار خوشحال هستم که بی بزرگترین فرصت قوی میشه و میوه میتر بخیر. و من برای شما نشان میدم که از شاخهای گلاب ما هم قلمه گرفتم و این نوکایش از امی کریم دندان زدم که اینا مرض کش نکنن و شما میبینین که 5 دونه قلمه کردیم، 1، 2، 3، 4، 5 دونه. هر 5ش گرفته در زیرشام یک شاخ الویرا را یک توتگک موندیم که یک روز من این را هم برای شما نشان میدم که چطور از یک گلاب چندین گلاب براتون میسازین و داینده از هر دانه از یک بوته گلاب جور میشه که چرا ما هم از چیز بخریم میتونیم که قلمه کنیم و از او گلاب های زیاد تولید خود داشته باشیم که من بسیار خوشنود از این گلاب ها هستم. بیننده های گلم، یک بیننده نازنین ما در مورد بومادران از ما پرسان کرده بودن که گل مقبوله که چقدر تاثیرات شکفت انگیز داره، بر ما تشریح کنین و آیا شما ای را میشناسین؟ یعنی بله، من ای را رنگ زرد شده خانه خود دارم. بومادران گیاه با اثرات شکفت انگیز است که این گیاه برای دردهای معده و قاعدگی بسیار مفید است. تب گرم داره و اگر با نعنای تازه آن را برای ریزش ها استفاده کنید بسیار مفید است. این گیاه در قدیمات تا برای زخمای بدن در جنگ ها استفاده می شد و کار می داد. این گیاه اگر به شکل چای و روغنش کشیده می شه و هم به شکل عرق آن استفاده می شه که در بازارها وجود دارد. برگ های سبز آن که معمیال دارم و در گلدان در بهترین سالاد های تازه استفاده میشن که بسیار مقوی و خوب هستند. بهترین هضم کننده غذاست و برای سال و چربی جگر هم مفید است و برای کلسترول هم این را استفاده میکنن. فقط خانم های باردار و اطفال نمیتونن از آن استفاده کنن. این گیاه برای
امروید هم بسیار مفید است و ضد التهاب هم است که خوب است این گیاه را شما در خانه داشته باشین و این به شکل سفید و زرد پیدا میشه که یک گیاه بسیار بخمل مانند است، بسیار مقبول معلوم میشه. آرزو جان نور جان از جرمنی هم صدای مقبول و پر از محبتشان گذاشته بودند که پلانای تازه دارن. از خداوند متعال برای جمله فامیل کامیابی و روشنایی آرزو دارم. خداوند پشت و پناهشان باشه، با روزهایشان برسن انشالله. سرفرازی های بیشتر برشان از پیش میخوایم. خداوند امرایتان باشه. ساید جان عزیز نوشته کرده که سلام فایمه جان، خواهر خوبم، خوب هستی؟ من زیاد آشپزی شما را خوش دارم. من هم عشق با آشپزی دارم. همه چیزی که پخته میکنی همشان خوبش و مزه‌دار معلوم میشوند. همیشه خوش باشی. کامنت مرا در یکی از برنامه‌هایتان به خوانش بگیرید، خوش میشوم. برادر گلم، امیدوار هستم که کامنت شنیده باشی. من هم خوشحال هستم که شما عزیزه با خود دارم. ساله جان ایروی نوشته کرده که بسیار عالی، فوق‌العاده، غذای مزه‌دار، خوش رنگ، اشتهاور. دست گل شما درد نکند، پیشا پیش عید شما مبارک. تشکر از صحبت‌های قشنگ شما، ممنون. تشکر از خود صالح جان گلم، امیدوار هستم روزای عید شما هم به خوشی سپری کرده باشین. امروز پنجم عید است، بازم ما شما تا چهار روز پنج روز عید داریم و کسایی را که ندیدیم حتما به دیدنشان بریم. بازم ممنون و سپاسگزارتان. نسرین جان عزیز نوشته کرده که فایمه جان آشپز طلایی، به شما افتخار میکنم. سلیقه تان را تعریف کنم یا آشپزی تان را یا دیکور مقبول و با سلیقه شما را، واقعا قابل ستایش و تعریف هستید. سلام خاص به فامیل محترم برسانید، دوستت دارم فایمه جان عزیز. تشکر نسرین جان، یک آدم قوت گرفتم، بسیار خوش شدم. سلامت باشین که شما عزیزا را در پالی خود دارم. نادیه جان عزیز ما از استرالیا نوشته کردن که از شاگردان لیسه رابع بلخی بودن و 25 سال است که از وطن دور هستن. والا شکر صاحب یک نواسگک قندول به نام آرس جان هستن. فعلا در استرالیا زندگی میکنن و بیننده دوست داشتنی برنامه های ما هستن. تشکر نادیه گلم، بسیار خوش شدم از شما شنیدم. عید خوش، خدا کنه با فامیل یک جا سپری کرده باشید. عزیزان گلم، بیا اینو ببینیم که در این عیدی که گذشت خانمای دوست داشتنی ما چی چیزا پخته کردن. عکسای تازه به ما رسیده. نویده جان عاجز که بسیار من توی زیبا و مقبول روان کردن، همه تو جلبی بسیار بریان و نازک و خوبش نوش جانتان باشه، حتما روزای عید خوش داشتین. نایید جان اسلم زاده که بر ما ایروت عالی و خوش رنگ امرای کلچه نمکی افغانی دوان کردن، بسیار خوبش معلوم میشه و دستشان درد نکنه، آفرین، صد آفرین. نوریت جان یعقوبی که بر ما کریم رول و سمبوسی عالی را بسیار مقبول، نام خدا، گوشی فیل، سیمیان، تمام غذا را به این سلیقه و مقبولی واقعا اشتیاور از نوش جانتان. اشوت جان عثمانی از کشور بلژیم با ما کلچه دیده تیار کردن، کلچه های رنگ چاکلیتی، بسیار خوبش، زحماتتان قابل تحسین و ستایش است، نام خدا دست پنجهتان درد نبینه. گل جان عزیز ما روت کنجددار و سیادانه داره امرای کلچه نمکی و کشمش پنیر عالی تیار کردن، خانه آباد. سلیقه و دقت شما خوشم آمد، بسیار دوست داشتنی و با حوصله، پخت پز عالی، سلامت باشین. نرگس جان صدیقی که بر ما قابلی، کباب مرغ، آش مزه‌دار، سبزی، سلاته، چتنی سرخ و سبز روان کردن، جای خوشی برای همه ماست که خانمای مقبول ما چقدر توان و قدرت بالای داشپزی و پخت پز دارن، صد آفرین. بر سلات خود ما یک ساس مخلوط از مایونیز و مسترد جور میکنیم امرای آب لیمو و زیتون که بسیار مزه‌دار میآید و نان ما از خشکی نجات پیدا میکنه. حال روغن زیتون رو میگیریم
برابر با یک گلاس روغن زیتون رو مندازیم. درش نمک مندازیم. مرچ سیاه رو مندازیم. سیر رو مندازیم. ببینید که من با چی سادگی میتونم که ساس سالاد جور کنم. همه تو بر کسایی که مجبور نیستن که وقت ندارن ساس سالاد خودشان تهیه کنن، ساس های سالاد هم در بوتلا و هم خشک در مغازه یافت میشه و شما نظر به مزیدانتان میتونین انتخاب کنین. اینار یک قاشق عسل هم دهیم اندازیم بینی اندازن. سرشان رو بسته میکنیم. برابر به نیم گیلاس در این ماست بندازیم. این مقیق فرق میکنه و همه تو ماینیز هم یک قاشق دو قاشقی دهیم اضافه میکنیم. یک قاشق دو قاشق و همه تو برابر به یک گیلاس آب لیمو، یا شما میتونین هم از سرکه سالاد استفاده کنین یا از آب فرش لیمو کنجا ما موندیم هم میتونین که شما استفاده کنین. اناله برابر به یک گلاس یا اضافه تر از یک گلاس آب لیمو را هم به این اضافه میکنیم و همیشه مخلوط میکنیم که یک ترکیب بسیار خوبی از سالاد شما در این مشاهده میکنیم. اینال ما یک ساس سالاد بسیار حالا داریم که غلیظی و یایش هم اینقدر خوب است که در بلگاه سالاد ما یک جا شوه و مزه دار کنیم. شما میتونید ساس سالاد به ظرف های خرد یا به یک ظرف هم بانین بروی میز خوب مولو میشه و هر قدر که هر کس دلش خواست میتونه که به سالاد خود پرتن. همه تو مدینی ظرفک های خرد خرد میمانم که مقبولیش زیادتر است و آسانتر هم میتونن که همگی از او استفاده کنن. این رو میبینن که چقدر مقبولک است و همه تو میظرفک خرد خرد هم که برای یک فامیل خرد کار میده برای یک سی نفره بسیار خوبیش است. من بسیار اینها رو خوش دارم. یادتون باشه که برای او تراشک یا رنده که برای قابلی است برای سلاته از او رنده نکنین. رنده سلاته اینی رنده آسان آشپزخانه است که بسیار معمولی است، بسیار نرم و ملایم سلاتتان درست میکنه. برای یک سلاتی میکس که همه ترکاری ها باشه ما زردک و جواری و لوبیا و پیاز و بانجانومی و بادرنگ و مولی سرخک، کرم، درنگ و کاهو و لبلبو دارم. شما هم میتونین که سلاتیتون به دلخواه خود هر ترکاری که به جانتان میفته و هر ترکاری را خوش دارین از امو برتان سلات جور کنین. من از کرم شروع میکنم. کرم نازک نازک میبریم. این حاله که کرمه ریزه کردیم این را در یک ظرف میذاریم. ببینیم چقدر خوش ریزه شده. بسیار خوبش است. این حاله کاهوی عادی را هم ریزه میکنیم. این حاله که کرم سرخم ریزه کردیم این را هم سر از این کرم ها مندازیم. کاش یک جایی. اینال که کرم سفید، کرم سرخ و کاهو را با هم مخلوط کردیم به این رنگ معلوم میشه. دیدین این هم یک سالاد است که هیچ چیز دیگه لازم نیست. شما میتونین یک سالاد ساده داشته باشین. اینال من این زردک را گرد میکنم. زردک را تراش کردیم و اضافه میکنم. آل بادرنگ را ریزه میکنیم به شکل مایل. به شکل مایل خوبتر معلوم میشه. از سی و صد نیم میکنیم و باز اینه تو نازک نازک توتا میکنیم. مولی سرخه کم گرد گرد نازک نازک میبریم. این شکل. مرچ دولمه را هم نازک نازک میبریم. دور دور سلات خود بادرنگ را که مایل بریدیم و می منظور بریدیم اناله ای را این تو میمانیم. برای ما بولش ببینید این تو خوبش معلوم میشه که تو بانیم. این حال بانجارو میگه کارم
چهلی تومات نه ببینین به این شکل به دور و دورش میمانیم. ایره ببینین که یک سلاته میشه که شما سلاته مجلسی بسیار پیشنی و معقول میشه که یادتان باشه، چون پیاز در این فصل که نورو به گرمیز بسیار خوب است. یک کمک زیاد پیاز استفاده میکنیم به سلات های خود. اما تو انال نوبت میرسه به لوبیای سبز. لوبیای سبز هم پلوی پیاز مندازیم. هم در این طرفش مندازیم. جوادی هم داریم که جوادی را هم اینجا کمک کمک مندازیم به این شکل که چیری سلات ما را یک ذره زنده کنه. میبینین؟ بسیار خوبش مولو میشه. مولی سرخک هم داریم که مولی سرخک هم اینجا میمونیم. میبینین؟ به این شکل داخل میکنیم که سرخیش زیادتر دیده شوه. از این کده که به پالو بانیم بازوقه زیاد دیده نمیشه. مرچه دلوه داریم که در این قسمت بالایش مندازیم که یک سرخی مقبول بتر. همه تو کمک پنیر داریم، یک کمک پنیر هم داریم که هم میخوایم که در این سالات خود اضافه کنم که بسیار خوبش معلوم میشه که اگه این را بانیم هر قسمت سالات خود. سالات با پنیر یک غذای تکمیل می باشن. ببینید چقدر محبول خوبی شد. اگر بایده دار بتون براتون ببینید همه طرف های بسیار بسیار محبول خوبش است. لبلبود هم که به خودم جوش دادیم و ریزه کردیم همیاله. می بینید این را در ظرف جدا می مانیم برای از اینکه لبلبود رنگ سلات ما را خراب می کنه و اشتوکا خوش ندارد. بگن این را جدا بان. اگر نیکه ای لب نبورم در قاطع از این سلات میماندیم بسیار خوشتر و خوبتر مولو بشه. خب انال از این ساس که درست کردیم میبینید که اگر در روی سلات پرتیم سلات به کلی دیگر رنگ مولو میشه. شما انال میبینید که این چی یک مزه خود بده. شما اگر سخاری را هم خوش داشته باشین میتونید که به سلات کن اضافه کنید. یه هم بسیار سلات مزدار و خوبش میشه. که من اینجا میمانم باز هر کس در اشخاب خود رو خوش داشت بر خود میگیرم. این حال هم به سلات خود ساس شم اندازیم که شما بیاین ببینین که چی یک ساس است چی یک سلات است. و شکر خدا که فامیل همه دوره هم جمع هستن و از این سلات جانانه استفاده میکنن. حال که هوا رو به گرمیست خوبتر است که ما شما واسطاستا در درست کردن بعضی سلات ها شروع کنیم و در پلوی غذای خود سلات ها زیادتر مصرف کنیم. دلبرک های خوب من ببینین که بیننده های من چقدر محبت دارن. همیشه بر من چیزهای تحفه‌های مقبول مقبول روان میکنن. ساعت ها بر از این کار میکنن. ببینین چقدر یک سرمیزیگه که مقبول همه تا زیر نان بان آدم زیر کلچه و کیک بان هم میشه و یک سبته که به تندور کار میتن و همه تا یک کلای جانانی مقبوله که بر تندور بر من کار میایه. بسیار خوبش است. لست های مویای من نزدیک بود که بسوزه. خوب است که این نخیص از کتان است. خوب است که من ایره داشته باشم. نکس تایم وقت تندور کردیم این استفاده میکنم. تشکر پروین جان لطف و مهربانی خودت است. یک عالم خداوند بر تیوز بته. از همه مسیجا از عید مبارک از همه محبت ها و علاقه تان بسیار ممنون هستم. سپاسگزار هستم. خداوند به همه تان عوض بته. بازم کومنت های یفتر داریم که با ما یک جای گوش کنین و بشنوید. فردینجان عبدی از کابل لورز نوشته کده بانوی گرامی عزتمندی بیشتر برایتان آرزو دارم. در پناه حضرت حق باشین. تشکر عبدی جان لطف و مهربانی شماست. ما همیشه برنامه‌تان را سعی میکنم بسیار عالی است. مایرت جان عزیز نوشته کده که مادر عزیز و مهربان بسیار تشکر. دست های مبارک شما را میبوسم. من برادرزاده دکتر فاطمه صافی هستم. تشکر مایده گلم
لطف و مهربانی شماست. بسیار خوش شدم. دکتر صاحب فاطمه صافی معلمه سپورت مکتب ملالای بود که از جمله عزیزای هستن که همه دوستش دارن و از جمله رفیقای خودم است. سلامت باشین. زرغونه جان مهربان نوشته: وقت ما را میبری به اولی مقبولت، حال و احوال ما به کلی شاد میشود. با این غذای فوق‌العاده فیمه جان گل شاد باشی. تشکر زرغونه جان گلم، زنده باشی. خوشحال هستم که چیزها را از شما میشنوم. برادر عزیز ما محمد خیرزاد نوشته: خواهر عزیزم سلام، همایون خیرزاد هستم. راست میگویی که با کراچیوانا جگره نکنید، اما خریدارم وضع خراب دارد. اگر ما هم افغانایی که در اروپا، استرالیا، کانادا همه کمک شویم، در افغانستان غریب نمیماند. من راننده تاکسی هستم و در واشنگتن مدت 45 سال. اما هر ماه $200 با کمک خواهرم به کابل روان میکنیم. در سابقم مادر مرومم رونا خیرزاد، مالک آرایشگاه ماریا، هم کمک میکردیم. خواستم از طریق برنامه زیبای شما از هموطنانم خواهش کنم که به افغانستان بیچاره پول روان کنید که وضع خیلی خیلی خراب است. تشکر. تشکر برادر محترم. من بسیار خوش شدم. من طرفدار عقیده خودت هستم. ما وظیفه هر کدام است که یک چیزی که از توان ما میرسه دریغ نکنیم. تشکر از مسیج خوبتان. این یک دونیش هم میگیریم و توته میکنیم، میبینیم که داخلش چطور معلوم میشه. کرده که من خوب کنده سمان خیره. میبینید داخلش هم اینه تو معلوم میشه. بسیار خوبش پخته شده. نانش هم نرم نرم است. ببینید نانم نرم است و کوفته هم در داخلش جوسی پخته شده، خشک نشده. دلبرکای خوب من، خوشوقت هستم که آمدیم به پایان برنامه. برنامه که بسیار خوبش است و نان کوفته دار امتحان کردیم امروز همراه یک سلات بسیار جانانه التی و مفیدی که همه کس ایره خوش داره. و ساسش هم که اضافه است، میبینیم که ساسش هم داریم. بسیار بسیار خوشنود هستم که امروز این نان درست کردیم و همه دور هم نوش جان میکنیم. امیدوار هستم شما روزای عید سعید فطر به خوبی سپری کرده باشین و یکمک سر شیمه و سر حال باشین و بتونین در این هفته ها، در آخر هفته و اینا، این نان کوفته‌دار را امتحان کنین و بر اولادا و فامیلایتان پخته کنین و لذت شب ببرین. عزیزای گلم، من یک نغمه از این نان امتحان میکنم. شما ببینین که چه خوب نرم و ملایم است. نانش بسیار خوبش است، خمیرش هم بسیار خوبش است و کوفته هم بسیار مزه‌دار است. دخترکم خورد و بر من خاطر جمعی داد. امیدوار هستم که شما هم امتحان کنین و پخته کنین و لذت شب ببرین. من اینا رو یک لقمه از این میخورم. بسیار خوبش است، بسیار حالا خوشتم. مساله و ایناش هم بسیار بطاب است. خود خمیر هم بسیار بطاب است. یک نان بسیار ساده، مزه‌دار و خوشایند که سرمیز باشه، همگی خوش شود. این بود برنامه یفتی ما. امیدوار هستم شما سابسکرایب و لایک فراموش نکنین و ما را تنها نگذارین. شما همه را به خداوند متعال می سپارم. روز و روزگارتان خوش. خدا نگهدار.